خواستار صلح، احترام متقابل در روابط بین المللی، حسن همجواری و برقراری روابط دیپلماتیک با همه کشورهای جهان هستیم. و ایران آزاد فردا یک کشور غیر اتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود. هموطنان، دوستان گرامی، اون چه که برشمردم فشرده نقطه نظرها و برنامه مقاومت ایران برای میهن آزاد شده از ستم آخوند هاست. برای تحقق این برنامه، انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان حداکثر 6 ماه بعد از سرنگونی دیکتاتوری آخوندی برگزار خواهد شد و در پایان دوره 6 ماهه دولت موقت از قدرت کنار می رود و مؤسسان منتخب مردم برای تعیین دولت جدید و تکیه قانون اساسی نوین آغاز به کار می کند. اما در قلب همه خواسته ها و برنامه های ما آزادی است. بله، آزادی و انتخاب آزادانه مردم ایران. مقاومت و جنبشی است که از 100 سال پیش تا به امروز نو به نو تکامل می‌یابد و به خاطر آن صدها هزار تن از فرزندان شجاع ایران جان خود را فدا کرده‌اند. قهرمانانی مانند میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل، کوچک خان، پسیان، خیابانی، دکتر حسین فاطمی، حنیف نژاد، جزنی، پویان، احمدزاده، پاکنژاد و موسی و اشرف. این فدیه عظیمی است که برای آزادی و دموکراسی تقدیم شده است. بله، آزادی که همه اقشار ملت ایران بر سر آن اتفاق نظر و همبستگی دارند و این گرد همایی بزرگ جلوه درخشان از همین اتفاق نظر و همبستگی و اتحاد مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندی و استقرار آزادی است. پلیس فرانسه در یک لشکرکشی بی سابقه به دفتر شورای ملی مقاومت حمله کرد، باز دعوا بر سر همین کلمه بود، یعنی کلمه آزادی. از ابتدا روشن بود که این حمله نتیجه معامله با استبداد مذهبی است. در حقیقت مقاومت یک ملت مظلوم مورد ستم قرار گرفت. خوشبختانه در 3 سال گذشته پایداری این جنبش توانست توطئه 17 جوان را مقبول خود کند. 2 هفته پیش درست در شب سالگرد وقایع 17 جوان دادگاه استیناف پاریس محدودیت‌های ظالمانه و ناموجه
علیه اعضا و مسئولان این مقاومت را ملغا کرد. این حکم آشکارا بر بیگناهی این مقاومت و پوچی پرونده 17 ژوئن و اتهام‌های سکت و تروریسم سهه گذاشت. در افسانه‌های کهن کشور ما همه می‌دونن که سیاوش مظهر مظلومیت و بیگناهیه و فردوسی حماسه بیگناهی اون رو به زیبایی تمام سروده. تهمت سنگینی متوجه سیاوش شده بود. به آیین اون روزگار کسی که خودش رو بیگناه می‌دونست باید از آتش به سلامت بگذرد. سیاوش از گذر باریکی میان دو تل عظیم آتش سواره گذشت و پاکدامنی خودش رو ثابت کرد و در فرهنگ ایران سمبل نجابت و شهامت شد. 17 ژوئن هم روز گذشتن جنبش ما از آتش آن توطئه بزرگ بود، روز اثبات پاکی و نجابتش، یعنی نجابت این مقاومت و نشانه قدرت و پیروزمندی حتمیش. سلام 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 بر قهرمانانی که در برابر این توطئه بزرگ سینه سپر کردند. سلام بر شکیبایی و ایمان زنان و مردانی که هنوز از حوادث آن دوره زخم‌ها بر بدن دارند و دل‌هاشان جریحه دار است. و سلام به خواهران نازنینم صدیقه مجاوری و ندا حسنی که تا هر زمان که سرود انسان و نغمه آزادی جاری است نامشان جاودان خواهد ماند. همچنین باید بگم که اگرچه امروز میگویند هر کجا که خواستید میتوانید سفر کنید، اما ما میگوییم صورت مسئله‌ای که رژیم سعی کرد چند سباهی بر روی آن پارازیت بیاندازد، یعنی محاکمه بین المللی آخوندهای حاکم به خاطر جنایت علیه بشریت، قتل عام زندانیان سیاسی و سرکوب ترک و فارس و کرد و لور و بلوش و ترکمن و شیعه و سنی و مسلمان و غیر مسلمان هیچ فرقی نکرده است. در یک کلام صورت مسئله این است. از 3 خرداد 60 تا همین امروز صورت مسئله هیچ تفاوتی نکرده است و آن آزادی و تن دادن به حاکمیت مردم به جای استبداد و به جای ولایت فقیه است. اجازه بدید که در همینجا به دوستان و حامیان فرانسوی مقاومت ایران و همه دوستانی که از راه‌های دور اومدن گرمترین سلام‌ها رو تقدیم کنم و چند جمله‌ای با اونها مستقیم صحبت کنم. Je vous salue